سلام، وقتی خسته با کوله باری از زحمت و سرگردانی انقلاب درون و بیرون از کوه‌ها و دریاها و دشت‌ها و زمین‌های بسیار گذشتیم و به فرهنگ میزبان یا جامعه میزبان رسیدیم، نسل اول رو از بابت غم نان، سقف، شیر بچه، غصه فردا شاید تا حدودی از دست دادیم. کودک دلبند ما 2-3 ساله متولد در تهران یا در جامعه میزبان وقتی کنار ما مثل لوبیای سهرامیز رشد کرد و چشم در چشم مادر گریان پدر نگران فردا انداخت و هر لحظه به هوای این که هوای تازه‌ای رو در بیرون جستجو بکنه ما رو تنها گذاشت و رفت، شاید ما هم از بابت خستگی بیرون و درون او رو تنها گذاشتیم. اما همین کودک دلبند خسته از ویدیوهای تلویزیونی جنگی، گریه های مادر، داد پدر، غم این که فلانی هم مرد، فلانی هم کشته شد، فلانی هم از جنگ برنگشت، وقتی تعداد این اسامی از هزاران گذشت، وقتی مادر خسته با پشت خم شده به پنجره نگاه کرد، وقتی پدر دیر از راه رسید و وقتی چراغ خانه دیر روشن شد، کودک ما سراسیمه از ما و از خانه گذشت. در بیرون از خانه اون چرا که در جستجوش بود هوای تازه، دوست، رفیق، کسی که پای صحبتش بشینه، کسی که به درد و دلش گوش بکنه، کسی که دوچار طغیان روحی و روان پریشی نیست، جک و جیل و کتی و دیوید، با همه اینها پرواز کرد. پروازی نه چندان بلند که کوتاه، پروازی تا سر کوچه و برگشت. در فاصله همین بازگشت های کوتاه مدت برای عوض کردن یک کت به بهانه خوابی نه چندان طولانی، وقتی به خونه بازگشت، در فاصله باز کردن در یخچال، ناخنک زدن به سالاد آلوبیه یا کتلت یا هر غذای بوبرنگ ایرانی دیگر، با یک نگاه دیگه به مادر، به پدر، دریافت که دست‌های پرتوان مادر، شانه پدر شاید تنها کوه پاورجایی باشه که وقت و بی وقت اینجا و اونجا، وقتی تنها میمونه، وقتی واقعا دنبال یک رفیق میگرده که با پوست و گوشت و استخونش او رو حس بکنه و باهاش ارتباط برقرار بکنه، وقتی تب میکنه، وقتی سرما میخوره توی زمستون سرد، باز هم دست مادره که سوپی تعارف میکنه، صدای آمرانه پدره که او رو واداره به استراحت میکنه. برگشت و نگاهی توی چشم ما کرد و نگاه رنجیده ای و سوال کرد: چرا به من فارسی یاد ندادی؟ حق هم داشت. من در بدر نگران فردا، غافل از اینکه یک روز با الفبا به سراغم میاد، 18 سال مثل برق و باد با هم گذشت. اما برای اون کشف دنیای تازه‌ای بود به اضافه اونچه که از من گرفته بود. نسل اول شاید به نظر میرسید که از دست رفت، اما پرخاشگر بازگشت از من خواست تا همراه او از الف با شروع بکنیم. ما هم از الف با شروع کردیم و خوشبختانه رابطه ما با این تین ایجر ها، با این 13 تا 17 ساله ها تا حدودی جوش خورد و کنار هم نشستیم و دلگیری کردیم و به پشت هم دست نوازش کشیدیم و بوسه‌ای بر گونه هم زدیم. اما امروز وقتی نگاه هم توی نگاه معصوم دختر 9 سالم گره میخوره، وقتی دستشو توی دستم فشار میدم و ازم سوال میکنه چرا، میگم میخوام برای اینکه با هم باشیم و همدیگر رو حس بکنیم، یاد گرفتم که بهش فرصت بدم اشتباه بکنه و اون به من فرصت بده که من اون رو درک بکنم. امروز یاد گرفتم که بیگانه‌ای در منه که در جستجوی دنیای بیگانه دیگریه و من اگر فرصت بودن، رخصت فکر کردن و اجازه اشتباه رو بهش ندم، شاید نسل دومم رو بدون شک به خاطر دوری از وطنم، به خاطر صحبت نکردن به زبان اصلیم، از دست خواهم داد. پس من با اشتباهات او کنار میام و او با ادراک من. من شهره یاغداشلو، میزبان
برنامه رنگارنگ امروز هستم. این برنامه ویژه برای شما، شمایی که با عشق به اون توجه میکنید، تهیه و تدارک دیده شده. با ما باشید تا در ساعتی دیگر با شما باشید.